چطور در علوم غریبه به نتیجه دلخواهی که میخوایم برسیم؟ یکی از مهمترین و بیشترین سوالاتی که در این مدت و حتی زمانی که در علوم غریبه بودم و در فضای مجازی نبودم از من شده همین هست. چگونه به چیزی که میخوایم برسیم؟ و امروز برای شما اولین قدم رو شروع میکنم در این باب. مقداری هم از تجربیات خودم و آنچه که بر سرم اومده برای شما صحبت خواهم کرد. پس این درس بسیار بسیار مهم رو با من همراهی بکنید و اگر میخواید از این سری درس های بدون هیچ هزینه ای و از تجربیات شخصی استفاده بکنید حتما به دقت برنامه رو ببینید و برای دیگر عزیزانی که خیلی مشتاق این علم هستند بفرستید. با نام و یاد دادار پایدار و با درود و عرض احترام به پیشگاه شما گرامیان و همراهان کانال، امیدوارم در هر کجای از گیتی که هستید بدور از کجی و کاستی و مریضی همراه با تندرستی باشید. بارهای بار به شما عزیزان یک مطلب رو خیلی گوش زد کردم و این مطلب یکی از گنجهای مخفی است که در زندگی و چه در زندگی علوم غریبه براتون خیلی کمک میکنه و اون این هست که به پدر و مادرتون، به بزرگترهاتون احترام بکنید. واقعا در علوم غریبه وقتی وارد میشید از همون ابتدا همه دوست دارن که به نتیجه خیلی خیلی دلخواه و خیلی خیلی مورد علاقه شون برسن. یعنی چی؟ یعنی مثلا بر فرض مثال، خب ماها از کودکی و از کوچیکی یه سری چیزها رو دیدیم، مثلا کیا رو، ملاها رو. ملا منظوری ملا شیخ نیستا، اون کسی، حالا در خیلی جاها اسمشون فرق میکنه، در بعضی جا بهش میگن صوفی، در بعضی جا بهش میگن جنی، بعضی جا بهش میگن ملا، بعضی جا بهش میگن فالبین، بعضی جاها بهش میگن نمیدونم آینه بین. منظور فالبین اون فالبین ورقی نیست، اون کسی که شما میرید پیشش مثلا یا میخواد چیزی رو ببینید، به اصطلاح گرچه غلط ولی میگه مثلا سرکتاب میگیره و اینجور چیزها. از قدیم الایام این چیزها رو توی زندگیمون دیدیم و متاسفم که برداشت های غیر غلطی هم نسبت به این مسائل شده و هر کسی هم ممکن اومده یه کاری انجام داده. منظور نظر من امروز این مسائل نیست، منظور نظرم این مطلبیست که ما وقتی که از کودکی خب خیلی علاقه من میشیم دیگه، مخصوصا در مورد جن و نمیدونم جنان پول میارن و جنان نمیدونم به ما آگاهی میدن و جن میاد اون کاری که ما میخوایم برامون انجام میده و از این مسائلی که خیلی خیلی ها به این مسئله علاقه مندن و شاید اصلا برای همین وارد علوم غریبه میشن که این مطالبی که حالا چه غلط چه درست از گذشته شنیدن یا باش سر و کله زدن رو برن بهش برسن و شاید بهتر از اون کسی که دیدن بشن. خب وقتی ما از کودکی اینها رو مد نظر نگه میداریم، میبینیم میریم پیش یه بابایی یا آقای مثلا ملایی نشسته، خب معمولا هم میدونید که اینها معمولا یه آدمایی هستن با یک ریش دو متری و یک پوستین و نشسته اینجوری و خدمت شما عرض بگه، حالا یا اینجوری جلو شما میشینه، یه کتابی هم داره جلوش و این کتاب رو باز میکنه و هرچی حالا هست و نیست و بالاخره با این مسئله جلوش، یا جلوش مثلا یک کاسه آبی داره نمیدونم، یا بر فرض مثال یه سری چیزها رو خلاصه به شما میگه، یه سری کارها رو انجام میده. اما من میخوام از اینجا بحثم رو شروع بکنم. متاسفانه برداشت ما نسبت به علوم غریبه و همچنین نیروها و موکلین اشتباهه، اشتباه است. چرا اشتباه است؟ چون فکر میکنیم هر کی به اصطلاح میگن آقا با جن در ارتباط موکل داره، میتونه هر چی شما بگید جواب بده، هر چی ازش بپرسید جواب بده، ولی اینکه نیک هستم بحث اشتباهه. و من بارهای بار از سالهای قبل همین رو تاکید کردم، چه قبلا که در کلاپاس بودم، چه بعدها که اومدم در یوتیوب و اصلا قبل از این مسائلم به دیگران گفتم. گفتم هر کسی که از قدیم میگن دیگه هر گردی که گردو نمیشه،
کسانی که با نیروها در ارتباطن، این نیروها همونجور که در بحث‌های گذشته، برنامه‌های گذشته من تشریح کردم، این نیروها به دستجات خیلی خیلی زیادی تقسیم میشن و حالا یکیش اخباریه که بهش میگن الوشوشه، نمیدونم، یا مثلا کارش همین خبر دادنه، کارش نجوا کردنه که اکثرا هم دروغ میگن و این مسائل، یا مثلا کار یک عده فقط هستن کارشون نظامیه، یک عده هستن نه ممکنه چند علم داشته باشن و هر کدوم مسئله جدا کنه. ما از قدیم که رفتیم دیدیم مثلا یه آقای بود در همین خراسان شمالی که من اسم ازش نمیبرم، که خیلی ها میومدن برای دزدی و اینها جای ایشون. ایشون کارش چی بود؟ ایشون فقط اخباری بود. البته یک عده ای از نیروها هم داشتن که کار انجام میدن، چون ایشون تا 4 تخت پادشاهی اصطلاحاً پادشاه داشت و خب یک تخت پادشاهیش فقط برای کار بود، اونم کارای نمیدونم محبت و اینجور مسائل، بقیه اصطلاحاً نیروهاش برای خبر بود، اخبار بود. خب از اینجا اشتباه ما صورت میگیره که هر کی در علوم غریبه ما میبینیم، یا ماوراءطبیعه هر کی ما میبینیم، باید مثلا بهش بگیم چی تو جیب ما هست، سریع بگه بله این مسئله هست و اینها. گرچه آن چیزی که به شما اخبار میدهند در جنیان و موجودات دست پایین بیشتره، این رو یادتون باشه. یعنی اگر شما مثلا از حریم خصوصی یک بنده خدایی یا یک خانومی یا یک آقایی چیزی رو بپرسید، اگر از یک ملک بزرگوار، یک حضرت بزرگواری بپرسید، ممکنه به شما بگه سرت در کار خودت مشغول باشه و این در اینجا شما نمیتونی فضولی بکنی، یا مثلا این مسائل جواب سفت و سخت ممکنه به شما بده. ولی نه، خب خیلی هم هستن با جنای دست پایین ارتباط دارن و خیلی چیزها رو مثلا طرف میاد میگه بگم دیشب با کی رفته بودی فلان جا، تو تخت خوابی کی بودی، و حیثیت اون شخص رو میبرن. یا مثلا بر فرض مثال کسی اومده یه کاری کرده، اگر هم دروغ هم بگه، اون نیرو دروغ هم بگه، اینم که نمیفهمه اون دروغ میگه راست میگه، 4 تا چیز میگه و ممکن هست حتی به خدای نکرده مرگ زد و خورد برسه و طرف میاد میگه به خدا من به هیچ کس نمیگم، شما بگو مثلا کی دیرشب اومده تو خونه ما با زنم، یا مثلا کی مثلا بر فرض مثال از خونه ما دزدی کرده، شما بهش میگی، نیرو به شما میگه، شما بهش میگی. خب فردای روز میره میچسبه به یقه طرف و دو تا چاقو خدا نکرده میزنه، حالا خر بیارید باقالی بار کنید، و شما میشی مسبب اصلی این جریان. چرا من خیلی از عزیزانی که میگن نمیم گم شده و اینها، من بارها بهشون گفتم توبه کردم در این مسائل، به خاطر چی؟ به خاطر همین مسائل و اتفاقاتی که حالا در کانال رادیو ماورا به اون داستان خواهم پرداخت که چه اتفاقی افتاده. منتها این برداشت غلط از همینجا شکل میگیره که ما خیلی هامون به این برداشت غلط میام وارد علوم غریبه میشیم که چیکار بکنیم، یه دوتا بگیریم و هر چی در دل مردم راز هست و بیاریم بیرون، و نمیدونم اگر یه دوست دختر داشتیم اینو ازش بفهمیم، یه دوست پسر داشتیم این رو بفهمیم، نمیدونم خواهر ما بفهمیم چیکار میکنه. این سری خزعبلات به درد نخوری که اصلا علوم غریبه کارش این نیست و میان وارد علوم غریبه میشیم، یا اینکه یه گنجی به ما بدن و نمیدونم از این مسائل، و بنیان اشتباه رو، پله اول اشتباه رو میذاریم. خیلی خوب، پس این رو اینجا داشته باشید که این پیشگفتار رو در اینجا داشته باشیم، بسیار بسیار مهم عزیزان. و اما مطلبی که بسیار مهمتر از اونه، اگر وارد شدیم چگونه با این نتیجه دلخواه برسیم. خب ما اینجا فهمیدیم که پس علوم غریبه اون چیزی که میگن و اینها نیست، یا برداشتای اشتباه ما نیست. اولین چیزی که شما باید در علوم غریبه بدونید و اگر میخواید نتیجه در اون بگیرید، که من قبلا هم بهتون گفتم مسئله خودشناسی و آگاهی نسبت به علوم غریبه است که مسئله بسیار پایه‌ای هست، و بر روی اون بخوایم سوار بشیم و نتیجه دلخواهمون رو از اون بگیریم، مهمترین چیز دوستان این رو بهتون بگم، این که خودتون کشف بکنید. من قبلا هم بهتون گفتم ببینید شما آیا مدیوم هستید یا مدیوم نیستید.
خب معمولاً درصدی که من تا حالا دیدم معمولاً بیش از 90 درصد کسانی که مدیوم هستن جذب میشن. عده‌ای هم هستن که بالا به هر دلیلی اینا رو میبینن و میخوان جذب بشن، اینا من میذارم مثلا 8 درصد، حالا نمیذارم 10 درصد، یه 2 درصد هم کناره ممکنه باشه که حالا اتفاقاتی براشون میفته. من اول میرم رو بحث مدیوم ها که قبلا هم در موردش برنامه ساختم و در مورد مدیوم کیست و اینها برنامه دارم، حالا میگم که در انتهای این برنامه قرار بدن که شما باید اون رو حتما ببینید و بسیار به دردتون میخوره، چون واقعا اگر بخواد وارد این راه بشه خیلی چیزها رو باید ابتدا بدونید. تا اینجا رسیدیم عزیزان، اگر میبینید کانال براتون ارزشمنده و اینها، زحمت بکشید حمایت بکنید با یک لایک ساده، با دو تا کامنت انگلیسی ساده و این گزینه که لایک هست عزیزان، به کانال بسیار کمک میکنید. عزیزانی هم که ببینن این مباحث به دردشون میخوره و این کانال به دردشون میخوره حتما عضو بشن و سابسکرایب بکنن و اون زنگوله کانال رو عزیزان بزنید و بذارید روی همه. سپاسگزارم از همه کسانی که ما رو حمایت میکنند، از یک لایک ساده دریغ نمیکنند و این کتاب رایگانی که من در اختیارشون گذاشتم از تجربیات و همه چیزهایی شاید دیگران پیدا نکنند به راحتی در دسترستون گذاشتم. عزیزانم که میتونن در خارج از گزینه سوپر تانکس یا پیپل میتونن به ما کمک بکنن. خب پس میریم سراغ اول میدیوم ها. شما حتما اون برنامه میدیوم رو ببینید. میدیوم عزیزان یک سری افرادی هستن که توانایی خاصی دارن، مثلا مسئولیت این کار رو دارن و مسئولیت پذیری دارن، یعنی باید مسئولیت رو بپذیرن دیگه، مسئولیت پذیری نیست، مسئولیت رو باید بپذیرن، چون اگر نپذیرن ممکنه براشون اتفاقاتی بیفته و اونها کسانی هستن که حالا چه تخمه مدیومی داشته باشن، روحشون متفاوت باشه، بالاخره اسمشون شده مدیوم. حالا در درگاه‌های مختلف و انواع مختلفش دیگه من سر چیز با اون ندارم، اصطلاحاً الان با اون نمیخوام بپردازم. اولین چیزی که شما به عنوان یک فرد مدیوم باید بدونید بعد اینکه فهمیدید من مدیوم هستم، انتخاب راه درسته. راه درست. حالا راه درستتون چی هست که شما این انتخاب رو بکنید در یک مسیر مشخص برید تا اینجا به هدفتون برسید. اینجا هدف هست. به این هدفتون چیکار بکنید؟ برسید. ابتدایی ترین چیز در این مسیر دو قسمه. یک، یافتنه. یک، راهنمای درست یا چراغ راه. دو، داشتنه. مهمترین به اصطلاح کلید، که من بگم کلید بهتره، به نام صبر. شما عزیزان گرامیان این رو که من عرض میکنم، این چه شما مدیوم باشید چه نباشید، نسبت به همه، یعنی همه کسانی وارد علوم غریبه میشن باید این مطلب رو داشته باشن، این که اصلا شکی نه، ولی مهمترین قسمت در وهله اول یافتن یک راهنمای درسته. راهنمای درست ممکنه رفیق شما باشه، ممکنه نمیدونم کسی باشه، با استادی عهدی با او بستید یا اینها، و این شما رو در راهی که میبرید به اصطلاح هدفتون نزدیکتر میکنه، به شما راه و چاه رو نشون میده و اینها و این مسائل. خب در مطلب دوم اگر مدیوم نباشیم عزیزان، اون عرض کردم 2-8 درصدی که ما حالا براشون اصطلاحاً می شود گفت که جا گذاشتیم، یعنی تعیین کردیم که 8 درصد هستن، اون 8 درصد جز این که یک راهنمای درست باید انتخاب بکنن، صبر در کارشون داشته باشن، باید به این نقطه، باید به این مطلب برسن که شما عزیزان که مدیوم نیستید و می خواد در علوم غریبه به نتیجه دلخواهتون برسید، عزیزان حتماً و حتماً و حتماً این رو باید مد نظرتون قرار بدید که در کدام مطلب هدف دارید. یعنی مثلا شما آدم مدیومی نیستید، مدیوم ها چون خودشون رو میشناسن، میدونن اخباری هستن، مدیوم کاتب هستن، مدیوم مستر هستن، اونا دیگه هدفشون مشخص. شما هدفتون، یعنی اون مطلبی که میخواد بشه روتون بذارید چه هست؟ آیا فقط میخواد بیاد برید مثلا یه جن بگیرید که از اون مثلا بیارید پول در بیارید،
و این بزرگترین اشتباه زندگیتون خواهد بود اگر فکر میکنید از این مطلب، یا نه میخواید در این راه آموزش بگیرید، یه سری چیزها رو بفهمید و با توجه به اینکه مدیوم های اصطلاحاً بطنی نیستید، مدیوم هایی نیستید که فطرتاً مدیوم باشید، تخمیاً مدیوم باشید، یک مدیوم اکتسابی بشید، یک پایه اکتسابی بشید و این بسیار مهمه. و اما برسیم به یک مطلبی که من خودم به شخصه این مطلب رو به اصطلاح می شود گفت که تجربه کردم. من زمانی که وارد علوم غریبه شدم، حالا از گذشته ایام که در کانال رادیو ماورا داستانش رو دارم برای شما میگم، بماند در یک سن و سالی اتفاقاتی برای من افتاد و اما متوجه شدم که مثل که یک چیزهای در دور اطراف من با هم دیگه نمیخونه. گاه موقعی در خونه یه سری حرفای میزدم، مثلا میبینید درست در میاد این حرفا و اینها، و خودم نمیدونستم مثلا من کسی نبودم که نسبت به این عالم و به عالم علوم غریبه اعتقاد خاصی داشته باشم. میگفتم آنتون دروغ میگی، دیوانه هستی، اصلا جن یعنی چی، اصلا این چیزا وجود نداره. و بعد شدم اون چیزی که امروز دارید میبینید و تمام سلول هام گواهی میده به ارتباطات و آنچه که در عوالم هست. من وقتی که در این راه قدم رو گذاشتم و شروع کردم به اصطلاح پیش، یعنی رفتم پیش کسانی که بفهمم چه هستم چه نیستم، که هستم که نیستم و این مطالب چه هست، به یک مسئله برخوردم که این رو در خودم پیدا کردم. یک، این که من به شخصی یک مأموریت دارم. دو، بسیار بسیار عجول بودم. سه، از دانسته خود به نفع، به اصطلاح به نفع نه، بذار اینجوری بگم، از دانسته خود کوتاه نمی اومدم، اینجوری بهتون بگم، بذار اینجوری بگم که به نفع خود استفاده میکنم، اینجوری نه، از دانسته خودم کوتاه نمی اومدم. چجوری؟ مثلا بر فرض مثال، البته این مال گذشته است، یکی این که رفتم متوجه شدم بله یه مأموریتی داشتم از همون زمان کودکی و خب نسلا در نسل من چه بودن به چه نتیجه رسیدم. دو، خیلی خیلی عجول بودم، در هر جایی من میرسیدم میگفتم خب کی من مثلا فلان چیز برام اتفاق میفته، کی فلان چیز رو می، همش چرا، چرا دیگران شدن من نشدم، چرا اون شد من نشدم، چرا دیگران مثلا فلان کسی که شاید اصلا به من خیلی از من مثلا کمتر بود اون به نتیجه رسید من نه، هی میدیدم با سنگ بزرگ مواجه میشم. هر باری که من میپرسیدم چرا به این نتیجه نمیرسم، یه هولم میدادن دو قدم میرفتم عقب، هی هر باری که میگفتم دو قدم مینداختن عقب منو و هی به هم سفارش میکردن و میگفتن که شما الان وقتت نیست، به نتیجه خواهی رسید، از آنچه که شما برات اتفاق میفته بهتر خواهد بود، اما صبر داشته باش. ولی من عجول بودم، همش چرا و چگونه در این راه سیر میکردم که چرا به نتیجه میرسم. و اما سومین مطلب، که از دونسته خودم کوتاه نمی اومدم. البته این که انسان در این عالم باید پرسشگر باشه، شکی نداره، انسان کورکورانه یه چیز رو بخواد قبول بکنه اصلا درست نیست. اما یه آدمی بودم که فکر میکردم چون این مسائل رو قبلا قبول ندارم، وهم گرفتار وهم شدم و همه دارن دروغ میگن. تا مدت ها این مطلب دوستان عزیز در کله من این پتک میکوبید و شما دیوانه شدی، شما یه آدمی هستی وهم گرفتار شدی، شما یه آدمی هستی اینجوری هستی فلان هستی، و این کله حسابی برای من شده بود دردسر. هر چه میخواستم پیشرفت بکنم دو قدم منو مینداخت عقب، هی میخواستم پیشرفت بکنم به شک گرفتار میشدم، هر چه میخواستم پیشرفت بکنم به تردید، به چرا. همه اینها گرفتاری های من بود و بهش گرفتار شده بودم. خب یه استاد درست درمونم نداشتم که بگه آقا دست من رو بگیره، این راه شما غلطه، این راه درسته، اینجا میخوری زمین، اینجا از اینجا برو، یه سنگ جلو پات نیاد، اینجا بدبخت نشی، اینجا فلان نشی. متاسفانه هی هر باری که من با اون برداشت‌های غلط که بعدها رسیدم به اون مرحله درست، ولی چه فایده، مدت من در عذاب بودم، من در خودخوری بودم، من در مشکلات عدیده افتاده بودم، آلوده بودم، نمیدونستم
چه شبهایی که اتفاقاتی برای من افتاد و من انشالله اون رو در سرگذشت زندگی خودم در کانال رادیو ماورا خواهم گفت و این داستانا رو نقل میکنم تا اینها یک اسباب راه بشه برای شما اگر واقعا میخواید این مطلب رو پیش ببرید، درش موفق بشید. پس عزیزان گرامیان، الان ما در این قسمت به سه نتیجه رسیدیم، سه تا مطلب. یک، اینکه من بفهمم مدیوم هستم یا نه. خب بالاخره مدیوم باشم تکلیفم معلومه، مدیوم نباشم برم دنبال مطلبی که نسبت به او الان اومدم و وارد این راه شدم. دو، در این راه بزرگترین کلید شما صبره و اگر چرا و چگونه و این و آن کردید، مطمئن باشید عزیزان به نتیجه که نمیرسید هیچ، اصلا تمام زحمتهای شما برباد فنا میره. سوم عزیزان، دوستان، گاهن انرژی های منفی مثل یک چگونه براتون مثال بزنم، مثل یک به اصطلاح وسواس در گوش شما میخونن که شما این شدی، شما اینی، شما اونی، یا نه بر روی تلپاتی که با مغز شما دارند یا الهاماتی که به سمت شما میکنن، شما رو از مسیر درست راهتون به سمتهای دیگه منحرف میکنن و از اون مسیر درست میزنید تو جاده خاکی، به راه قضاوت میرید، به راه خودکلگی و غرور میرید و بزرگترین دشمن شما همین غروره. باعث میشه که شما علم نتونید بگیرید و بگید من همه چیز را میدانم و شما به احتیاج ندارم از شما چیزی بگیرم، که این بزرگترین دشمن تا نگریت طفل که نوشد لبن. وقتی یه بچه گریه میکنه به شیر میدن، ولی وقتی شما دستت رو به کمرت بزنی، دست دراز نکنی که به من کمک بکنید، بزرگترین اتفاق بدبختی شما از همونجا میفته. شاید آدمایی مثل من که خب خداوند مطمئنن به همه لطف میکنه، ولی دید واقعا خداوند میدونست من یه آدمی هم، هیچ کسو ندارم، در خونه خیلی ها رفتم و التماس کردم، گفتم میام در مغازتون رو صبح جارو میکنم، به شما خدمت میکنم، دو کلام به من یاد بدید، همونها بعد از یه مدت کوتاهی اومدن و به من گفتن برای ما کار انجام میدید. دیدم ای وای من، این آدمی که من در خونش رفتم با کی رفتم 13 به در، واقعا این اونی نیست که من باید. و خیلی ها هم رفتم در خونه کسی رفتم و به من یک حرفی زد که گفتم خدایا اگر قراره من در همچین آدمهایی رو بزنم و منت از این بکشم، نخواستم این راه رو، اگر نه خودت آنچه که قرار هست رو خودت بر من بده. و لطف حضرت حق بالاخره درسته، سالهای زیادی من مصیبت کشیدم، مکافات کشیدم، سختی کشیدم، ریشم سفید شد، موام سفید شد، ولی آنچه که بود خداوند ارحم الراحمین و این نیروهای عظیم کائنات به من دادن. پس عزیزان، دوستان، در اولین برنامه این مطالب رو به دقت برید روش فکر بکنید. و این مطالبی که عرض میکنم اینها دوستان شاید برای شما 20 دقیقه 10 دقیقه مطلبه، ولی برای من و امثال من خیلی سالها گذشته، خیلی مشکلات برای من پیش اومده که در اختیار شما میذارم. قدر این مطالب رو بدونید، قدر تجربیات دیگران رو بدانید و از اونها سعی کنید به نفع خودتون استفاده بکنید. عاقل آن کسی است که از تجربیات دیگران استفاده کند و تجربه دیگران رو تجربه نکند. انشالله در قسمت بعدی این برنامه برای شما دو قدم دیگر رو خواهم گفت که اون دو قدم دیگه زمانی هست که شما در این راه پا گذاشتید و این مطالب رو بهش رسیدید و اینها رو کنسل کردید، حالا میخواید پیشرفت جدی داشته باشید. حتما اگر میبینید کانال براتون ارزشمنده، کانال رو سابسکرایب بکنید، حمایت از کانال یادتون نره عزیزان، و با یک لایک و کامنت ساده میتونید این کانال رو خیلی خیلی حمایت بفرمایید. این کانال به جز شما هیچ اسپانسری نداره. امیدوارم که بهترین ها نصیبتون بشه و در زندگیتون بدون هیچ دردسر و مشکلی، چه در کنار خانواده چه دور از خانواده، در بهزیستی و بهروزی باشید. تا برنامه آینده، تا لایو دیگری پرسش و پاسخ، دادار پایدار یار و یاور شما گرامیان.